ایجاد زمینه کار برای 2000 نفر در ساخت شهر کابل جدید. مسئولین تطبیق کننده این پروژه میگویند کار ساخت مرحله اول این شهرک به شدت جریان دارد. و تا به حال چه کارهای در ساخت شهر کابل جدید صورت گرفته است؟ مسئولان شرکت تطبیق کننده پروژه کابل جدید می گویند که کار روی این پروژه جریان دارد. آنان افزودند که طرح نقشه این پروژه که شامل احداث سرک، چهارراهی، مترو، زیر ساختها و مکانهای تجارتی می باشد ترتیب شده و عملاً کار ساخت آن جریان دارد. سید مقدم امین رئیس شرکت تطبیق کننده پروژه در این مورد گفته است: با شرکت هایی که ما کار می کنیم کارهایشان چندین سال را در بر می گیرد، اما در 1.5 سال که کار عملی این پروژه ها شروع شده است بیش از 2000 کارگر فنی و مسلکی در این پروژه ها مصروف کار هستند. با گفته امین بخشی از کارهای این پروژه مربوط نهادهای دولتی می شود، مانند ایجاد کانالیزاسیون، خدمات مخابراتی و اینترنتی، اما نهادهای دولتی تاکنون کارشان را به گونه عملی آغاز نکردند. او گفته است دولت همزمان نیاز است که روی کانالیزاسیون، سرکهای عمومی، آب و در مجموعه برق عملاً کارهای خود را در ساحه عامه این پروژه باید شروع کند که یک دلگرمی برای مردم ایجاد شود. با این حال وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که آنان تسهیلات لازم را برای اعمار این شهرک فراهم کردند. و می‌خواهند که هماهنگی بیشتری را میان نهادهای مربوطه ایجاد کنند. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که مسئولان این وزارت از پروژه جدید کابل هر از گاهی دیدن می‌کنند تا مطابق نقشه این شهرک به گونه معیاری ساخته شود. د کابل په یو داسې غټ شهر کې چې هغه د افغانستان تر ټولو لومړنی او بانفوسه شهر دی، چې څنګه د مسکینانو، د غریبانو، د فقیرانو د حالات ما ولیدی، نو دې زه ډېر متاثر په دې معنا کړم چه دا غریبان و مسکنان چه داسی پا یو بیصبری سر سکوی نو دا دید پار سپا کار دی. بی الحمدلله مر نور هم پا اقتصادی برخو پروژه یا نور داسی چه آقا دا افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه الحمدلله مشغول وستوان په کار اچولی دی. در همین حال شماری از کسانی که در این پروژه مصروفند میگویند که حکومت باید کار این پروژه را وسعت دهد تا به افراد بیکار زمینه کار فراهم شود. قرار است پروژه کابل جدید در دو مرحله ساخته شود.
که در مرحله اول 250 هزار مسکن برای 1.5 میلیون تن ساخته شود. رو آوردن روزافزون باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان و شهر کابل که سبب مشکلات مختلف در این شهر شده است، یکی از انگیزه های اساسی اعمار شهر کابل جدید خوانده می شود. تراکم بیش از حد نفوس، اعمار منازل و شهرک های خودسر و غیر قانونی توسط افراد زورمن، آلودگی هوا و رابندان در سرک های این شهر زندگی را برای مردم بسیار دشوار ساخته است. در این حال بسیاری از افراد بی بضاعت در شهر کابل میگویند در شهر جدید کابل هم آنان توان خرید خانه را نخواهند داشت و خواهان همکاری جدی دولت افغانستان در این زمینه هستند. مجبورم انشاءالله خپل وس توان کوو دغه غریب او دغه مساکین به دغه حال باسو چې بیا چاته لاس نیولی، ځکه دا د هر چا که انسانی او د افغانستانی دا د هر چا پر زړه باندې دا یو درد تیریږي چې یو خور یو مور یو چا ته لاس نیسي، یا موټر ته درېږي، یا مقصد یو کلی په کلي کې یو کور ته درېږي. دا د هیچ چا نه لورېږي پر دې باندې. د هر چا خواخوږي ده د دې خپل ولس سره، د دې خپل ملت سره. موږ هم انشاءالله د دې خپل ولس سره اخلاص لرو او په مساکینو باندې مو زړه خوږیږي او خپل رحم وسیله انشاءالله تر خپله وسه ورسره کوو، او انشاءالله د آینده دپاره به نوره هم دا کومه کمیته چې موږ جوړه کړې ده د مساکینو د فقیرانو غریبانو دپاره هغه به نوره هم انشاءالله تقویه کړو. کابل جدید در ساحه شمال شهر کنونی کابل موقعیت دارد که تمامی ساحات ولسوالی دی سبز و شکردره و بخشی از ساحات ولسوالی های قره‌باغ، استالف و کلکان و همچنان ساحه باریکاپ ولسوالی بگرام ولایت پروان را در بر می گیرد. کابل جدید در 740 کیلومتر مربع زمین که برابر با 370 هزار جریب زمین است ساخته می شود. وسعت آن نسبت به شهر کنونی کابل تقریبا 1.5 چند بیشتر است. پروژه شهر کابل جدید در دو مرحله 15 ساله تطبیق می شود. در مرحله اول برای 1.5 میلیون و 500 هزار تن 250 هزار خانه ساخته می شود که ساحات تجارتی، کشاورزی و تفریح هم در آن شامل است.